سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه با من مشتبه حسینی این کانال یوتیوب هر روزه من برای شما اخبار مارکت ارزهای دیجیتال در اشتراک میمانم در این ویدیو یوتیوب برای شما چند تا خبرهای مهم از مارکت را و همچنین درباره یک ایونت بزرگ از شیبا قرار امروز و فردا اتفاق بیفته برای شما صحبت منم خوشحال میشم ویدیو را لایک کنین کانال خودتان را حمایت کنین جدید هستین در کانال یوتیوب حتما کانال را سابسکرایب کنین زنگوله کنارش هم روی آل قرار بدین تا از ویدیوهای های آینده ما بیخبر نمانید دیگه همه ما شما شاهد هستیم که در حال حاضر مارکت خونی هستن و تقریبا همه ارزهای دیجیتال در حال حاضر فقط در حال ریزیش هستن درباره همه از اینا در ای ویدیو برای شما صحبت منم. لحظه ای که من ویدیو ریکورد بیت کوین روی 29600 87 دلار هستن ایتریوم روی 1785 دلار و دارایی کل ارزهای دیجیتال روی 1.120 تریلیون دلار هستن و حدودا 3.68 درصد کاهش داشته طی چند ساعت گذشته اگر ما بریم روی چارت عمومی دارایی کل ارزهای دیجیتال رو ببینیم طی چند هفته گذشته مارکت در حالت پراکندگی هستن هر روزه بیشتر و بیشتر ریزیش من ساید وی مثلا ترید میشه یعنی در حالت پراکندگی و در حال حاضرم بیت کوین روی هزار دلار هستم بیت کوین هزار دلار حدودا 4 هفته قبلم تاچ کرد یعنی در دیست آوردن یعنی روی بیت کوین هم تا 29000 دلار هم بعدش بین رنج 30 تا هزار دلار ترید مشد و الان دوباره آمده روی هزار دلار خب کل مارکت در حال حاضر در حال ریزش هستم ولی اخبار مهم اخبار مثبت ما هنوزم در مورد بیت کوین و کل مارکت ارزهای دیجیتال داریم و لحظه ای که ما ویدیو رو بر شما ریکارد مونم شیوان روی 583 دلار هسته 6 اشاره 25 درصد کاهش داشته طی چند ساعت گذشته اگر ما بریم چارت شیبا را تقریبا برای سه ماه قبل ببینیم خب شیبا هم تقریبا از دو ماهی گذشته یا یک و نیم ماهی گذشته به این سو که مارکت ریزش کرده شیبا هم ریزش کرده حالا بعض شما شاید اینجا روی شیبا سرمایه گذاری کرده باشیم بعض اینجی بعضی اینجی بعضی اینجی خب سرمایه گذاریه یک وقتهایی باید یک مدت بلند یک مدت طولانی باید صبر حوصله کنی تا اینکه یک سود خوب برسی اگر ما بریم روی چارت یک ساله شیبا ببینیم شیبا تقریبا الان ماه آگوست بیایه یک سال میشه شاید کسانی شیبا رو اینجا خریده باشه ولی مدت ها برای شیبا شاید منتظر مانده بوده شه صبر کرده ولی رو که ایده کمی از مردم اینجا صبر کرده باشه خیلی دی کم یک ایده که واقعا یعنی روی یک سرمایه گذاری باور دارن و از سرمایه گذاری یک مقدار یعنی علمی دست آوردن منظورم این یک تجربه که سرمایه گذاری یک پروسه بلند مدت است باید بعض وقتا شاید ماها صبر کنی تا اینکه این قسمت را بتنی یعنی تجربه کنی تا اینکه بیتنی در چنین سودی برسی و دقیقا ما و شما در حال حاضر در همون لحظه هستیم من مشاور سرمایه گذار نیستم حالا بیت کوین تا چی وقت میتونه در همین رنج حالا 29 هزار دلار میتونه پایین تر تا 24 بیایه ولی من بر اساس اخباری که من خواندم دنبال منم فکر نکنم بیت کوین پایین تر از 29 هزار دلار بیا اگر بیایه زیر 28 هزار دلار ۲۴ هزار دلار ما و شما یک حرکت خوب رو به زودی از بیت کوین میتونیم ببینیم یا اینکه بیت کوین در همین رنج 29 تا ۳۴ هزار دلار میتونه تا چند ماه آینده در همین رنج ترید دیگه حالا لازم است همه شما بدانید که فردا فردا 21 جولای یک یک کانفرانس به نام دی دی بی ورد بیت کوین که قراره جک دورسی کاتی و ایلون ماست سه شخص بزرگ و نامدار بازار ارزهای دیجیتال اونجا حضور داشته باشند و چند تا اشخاص دیگه هم هستن ولی مهم این سه تا که هر سه روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده و قرار نیست درباره بیت کوین بحث و گفتگو کنه که جک دورسی بیشتر هدف داره که ایلون ماسک مقدار گوش زد کنه درباره کارهای اخیری که در مورد بیت کوین انجام داده و کتی وود مالک مالک آرکن وست آرکن وست یک بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در آمریکا هست تقریبا 8 میلیون دلار از سهام های گری اسکیل بیت کوین ده صحام های بیت کوین از روی از صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل تازه امروز خرید امروز 20 جولای چند ساعت پیش دیگه قرار خانم کتیووت هم اونجا وجود داشته باشه و یعنی حضور داشته باشه در کنفرانس واقعا کتی بود یکی از اشخاصی هست که در حال حاضر در بازار مالی در بازار سرمایه گذاری نام کشیدن نام داره و یک بیلیونر هسته و روی کمپانی های خیلی زیاد هم سرمایه گذاری کرده روی کمپانی خود ایلان ماسک هم سرمایه گذاری روی کمپانی جک دورسی هم سرمایه گذاری کرده روی بیت کوین هم سرمایه گذاری کرده و کلا اما صندوق دارش در شاخهای مختلف فعالیت داره و شما یک روی شیوا سرمایه گذاری در حال حاضر شاید برای تان حس جالب نده اخبار رو دنبال کنید زیاد برتان حس جالب و سرمایه تان نده دیگه سرمایه یک پروسه بلند مدت است سرمایه ریسکی است سرمایه گذاری بعضا باید سب کنی سرمایه راضی به از دست دادن دارایی تو باشی دیگه امیدوار هستم که یک مقدار برای شما امیدواری داده باشم شما یک مقدار نگران است قیمت حال حاضر شیبا و یا اینکه هر ارز دیجیتال دیگه ای هستین تعداد کسانی که روی شیوا سرمایه گذاری کرده در 592 هزار نفر رسیده خب زیاد در حال افزایش نیسته چون مارکت الان در حال روش نیسته خب مارکتی که ما شما در حالت نمیتونیم تا فرض مثال تا یک سال دیگه ببینیم حالا شاید بعد یک ماه دو ماه سه ماه دقیق کس نمیدونه ولی نهایتا نظر شخصی ما هسته در آخر 2021 یا در شروع 2022 شاید هم زودتر شاید هم این مقدار دیرتر مارکت دوباره حرکت بنا و ما و شما امید زیاد داریم از بیت کوین امید زیاد چرا یعنی تا اشخاص موفق هر بیت کوین خریدن روی بیت کوین سرمایه گذاری کردن و حالا در کنفرانس بعدی امکان داره هیچ تغییر روی قیمت بیت کوین امکان داره اینا یک ای مقدار بیت کوین پام کنه امکان داره ایلان ماسک اعلان کنه که از بعد دوباره خودروهای تسلاش رو با بیت کوین مفروشه و خود کتی, وودم یا شاید با کدام ایده یا خبر جدید بیا و همچنین جک دورسی که قبلا اعلان کنه قرار یک پلتفرم سرویس خدمات خرید و فروش بیت کوین دیسنترلایز غیر متمرکز در سطح جهانی را اندازی کنه و بعدش ما مثلا دوچکلر رو ببینیم تقریبا دوچکلر کلر یک کنیم ما قبل که این تقریبا در 9000 دلار رسیده بود الان چند دسته روی 1527 دلار کل مارکت ریزیش کرده دیگه ما شما باید الان تنها کاری که میتونیم انجام بدیم بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اخبار رو دنبال کنیم ببینیم بازار در چی روندی است منظوریم چی اخبار فاندامنتال ما داریم و آیا سازمان ها سازمان های بیشتری را ما میبینیم که میخواین روی بیت کوین سرمایه گذاری کنن یا اینکه الان من در, در همین کانال یوتیوب برای شما زیاد صحبت کردم که سازمان های خیلی زیاد قرار روی بیت کوین سرمایه گذاری از سمت آلمان هم دیدیم تا هیچ پول وارد نکردن بیشتر الان منتظر قانون هستن خیلی سازمان ها یک کار آفرینی کانادایی که اگر شما یاد شما باشه مدت سه ماه قبل کانال یوتیوب مرا دنبال مونیم من برش صحبت کردم که با سازمان ها با یعنی با اشخاص میلیاردر زیاد که کمپنی دارن یک تجارت دارن بیزنس دارن صحبت مونن که خیلی ها آماده یا علاقه سرمایه‌گذاری روی بیت کوین داره همه ایشان منتظر گذاری هستن و بعضی بعض سازمان ها ترس دارن حالا نه ولی اکثریتشان ترس دارن یعنی که ما یعنی تمام سازمان ها رو ببینیم حالا یکی با پول کم یکی با پول زیاد واردی بیت کوین شدن و مریم درباره ایونت درباره ایونت شیبا با هم صحبت مانیم که ایرق تقریبا دو هفته پیش آره دو هفته پیش ما برش مصاحبت کردم که امروز یا فردا حالا تای ساعت های آینده شاید ما کدام خبر ازش پیشنم دقیقا چی وقت قرار برگزار شنه یک ایونت مجازی قرار برگزار شنه یک دیجی پارتی باشه قرار اونجا یک آرتیست به نام گریت تریمی هم حضور داشته باشه یک آرتیست یک خاننده هسته و همچنین قراره اینجا می پارتیشان ده NFT ازش بسازه و همچنین رو به فروش برسانه و درباره کارکرد های شیبا برنامه های بیشتر شیبا اینجا صحبت کنه دیگه ببینیم چی امشب اتفاق میافته این مربوط به امروز بودک یعنی 20 جولای یا اینکه 21 جولای امروز 20 جولای هستم فردا 21 جولای دیگه کدام خبری بیایم حتما من برش مصاحبت منم ولی دیگه بعدش اگه ما شما بریم روی چارت بیت کوین در تریدینگ بیو ببینیم خب در حال حاضر تقریبا فشار فشار خرید فشار فروش بیشتر از فشار خرید هستن بیشتر نهنگ هایی که بیت کوین جان وارد صرافی مونه تا چند وقت گذشته ما شما فروش های سنگین داشتیم چند تا فروش های سنگین از نهنگ ها داشتیم از ماینرها ها ببخشید ماینر ها. و بیت کوین دیگه در حال حاضر تقریبا یعنی همه چیز وابسته به خبرها هست وابسته به با اینکه یک خبری منفی دیگه بیاید بیایه میتونه بیت کوین قشنگ بره تا 24 29 هزار دلار یا اینکه یک خبر مثبت ما بیش مثلا مثلا که اگر فردا ایلون ماسک ایلان ماسک اعلان کنه که از این در فروش خودروهای تسلاش بیت کوین میپذاره بیت کوین پس دوباره فکر کنم حرکت خوب خواهد زد و در آخر یک تصویر خیلی خوب در داخل ریدیت شیوا دیدم اینی عکس را خیلی وقت پیشم البته در این استگرام پست کرده بودم یعنی سال 1999 جیف بیسوس را میبینین اینی جیف بیسوس مالک امازون در سال 1999-1994 در واقعیت امازون تأسیس کرده و اینی داخل یک گاراژ هسته هدف و ایدیشی بوده که از طریق از طریق اینترنت کتاب آنلاین بفروشه اون وقت هیچ کسی باور نمیکنه خیلی جیف بیسوس مسخره میکردن حدودا 20 25 سال هم میشه ازش گذشته و امروز آمازون دیگه تقریبا هیچ شخص نیست در دنیا آمازون نشناسه و اونایی که بیرون بیشتر در کشورهای اروپایی آمریکایی اینجا هستن همه تون از آمازون استفاده و امروز جیف بیزوس پولدارترین شخص دنیا هسته خب منظور از این تصویر چی هسته اینکه صبوری خیلی مهمه حالا بخصوص این بازار ارزهای دیجیتال که تقریبا شروعش هست منظوریم طی سه چهار سال گذشته دو سال گذشته یک سال گذشته که بیشتر بزرگ شدن و سازمان ها وارد شدن مردم وارد شدن و صرافی برگزار شدن و خیلی کارهای زیاد در دنیای ارزهای دیجیتال صورت گرفته دیگه نظر خودتان در کامنت برای ما بنویسین شما نگران هستین از حال حاضر مارکت یا نه و یک جان تشکر که 11 رسیدیم. در 11000 سابسکرایبر رسیدین دقیقا هم همین لحظه ای که می‌خواستم ویدیو ریکورد کنم دیدم 11000 سابسکرایبر شده تشکر از حمایت هر یکتان واقعا